خوش اومدید به جان کاری کانال فارسی پرانات. برگشتیم با چای جدید از کوروش و هومان. خب اسم تو این خونه آقا یه آهنگ لاو به نظر من دوباره. خب احتراماً احتراماً اگه لاو دوست دارین منتظر نقدای من باشید. و دو اینکه کاور من حمایتت میکنم. اوکی گرامافونه که واسهش عکس خانومه است. خلاصه بحث اینه تو این خونه احتمالاً یه نفر خیلی دوست دارن دیگه که پرودوس با آرمان میلادیه. آرمان میلادی دمش گرم. مثلا با پویا. بله و آرت کاور هم مثل همیشه اماد بی آر زی. مثل همیشه. آره چون خیلی وقت کارهای زیادی رو از اماد بی آر زی میبینیم. ببینید رو هم یه شوکه فقط بشنه دو لایک سکر نگونم چه بزنید اومد بیدید دو گنگ ترین تو کامنت ها پاره کنید نتنه کامنت ها این ویدیو بلکه در سرسر فضای مجدی که سلامت خودتون رو نشون بدید. آهنگایی که هومان میخونه من صداش خوشگله. اومد صداش خوشگله هومان بیشتر هرچی کمتر بیشتر. میاد صدا خنده ها تا تو اتاقم شب و نتفلیکس. اوکی بعد استوبمونو بزنیم اینجا. خب ولی بحثی که هستش اینه که دوباره این هومن صداش خیلی خوبه. چیه؟ اون تیکه که تو بک‌گراند داره مثلا آهنگ پلی میشه خیلی قشنگه. آره یعنی همون گرامافونیه دیگه. حاجی گرامافون هم عجیب کار میکنه واقعا. میدونی چی میگم؟ بهش فکر بکنی. صدا خنده ها تا تو تام شب و نتفلیکس میبینی تا صبح زیر پتو با من. جمعه واسه دو نفر رزرو میکنم هنوز شام هم همون رستوران که اولش میرفتیم هر رو با هم. اوکی اوکی من اصلا آهنگ قشنگ خداییش این حرف منطقیه که چی؟ قابل اجراه که چی؟ که تا صبح بشینی زیر پتو نتفلیکس نیا کنی این اصلا نمیشه. یه زندگی بسیار تاکسی و گذشری آخه نمیشه اصلا تا صبح آها من کارو نه نتفلیکس رو که نمیشینن که ببینن که نتفلیکس فقط میدن تو بگیران پلی بشه خوش میدن کارای دیگه میکنن بس همونه تا صبح هم بیدار موندن اگه نمیشه بیشتر. You know what I mean, you know what I mean. اوکی برویم. میرفتیم اروپا وقتی غری ازم نگاه تو ندوز من از همه چیت خوشم میاد چرا شو نپرس خونه چی دست به سلیقت نزدم به چیزی دستو با گرامافون پلیر راک اند رول یا که جاز و اولی کوروش. یه سوال با من بپرسم چرا کوروش انقدر تو لاف خوندن خوبه؟ چرا؟ خب لحنای جدید نمیدونم کارهای اصلا چرا این کارو میکنه؟ صداش مثلا تغییرم میکنه چند وقت یه بار. خب و اینکه این فضا سازی هم خیلی قشنگه. پست شرتر نتفلیکس وجود نداره اینا بهتون میگم. یعنی یکی از یکی که فیلم‌ها و تریلرش آشغال بود. چه بگم؟ اونایی که خودش می‌سازه دیگه. اونایی خودش می‌سازه. اونایی که می‌خره که مال خودش نیستش که. خب چون که اصلا الان جان ولی اونایی که می‌خره بعدش هم آشغاله. جان ویک هم آره خریده کلش گذاشته. جان ویک سونزی می‌خرید دی وی دیش هم بخرید. ولشون حالا من از همه چیت خوشم میاد چرا شون نفسونه چی دست به سلیقت نزدم به چیزی دست و با گرامافون پلیر راک اند رول یا که جاز و اولی مارک گذاشتی وقت لاین جانی کشو گفتم جون منی تو تنها نذاری تشو بلی نشد نه بلی نشد بودی یا میام به تو بیشتر از خودم جام بودی یا میام به تو بیشتر از خودم. یعنی چی؟ یعنی که به تو بیشتر از خودم به خودم میام. هودیه من هودیه آه هودیه هم بیشتر به تو میاد داره. آها اوکی آره دیگه کاپلا اینجوری هن که احتمال دیگه کاپلی ولی هاشی من نمیدونم چرا این چی؟ احساسات عجیب نداره مثلا هودیه من بیشتر حتی راست میگه خدایش هودیه بذاره به دوخره بیشتر میگه راست میگه که فکر کنم خواهی هم که خدایی خیلی زایدتر از این نیستش که مثلا بیا تن چشا چرا قشنگی بودی؟ چرا شما قشنگی بودی؟ نتونی جواب اوه خیلی بده آجی من یه ما وای من یه زمان روتینش خیلی بده من یه زمان موها که رو تیندر بیندر فعال بودم خب آجی همه اینو میگم همه گفتم آجی چشات خیلی قشنگی ای خدا ولی همه هم بیکاز چون که همه کامپلیمنت دوست دارن همه تعریف خوشم میاد همه مال میکنن نمیدونم زمان من جواب میدن زمان شما الان جواب بدن و زنه برحال مولم نمیخوام قبول کنم که همه اینا توهمه نه Thank you.
منش میگم من اصلا متن آهنگ عاشقانه آنچنان تاثیر نداره، ولی صدای این بشر اذیت هم میکنه به خوب تو مدل خوبه، صورت پازیتیولی از خوبیش اذیت داری میشی. یه اصلا میگم مگه میشه؟ خیلی خوبه این بشر. علی افکار اینجا ناراحت شد داستان، میگه مثلا اینکه جدا شدن، میگه هنوز تو معلومه. آره گفت نمون دیگه، گفت گفت اون اتفاقی مثلا نظر داشتیم بیفته نیافتاد. شب با تو میرخصم با اینکه نیستی یا تو وقت رو تختم خالی جات فاکس عبی بازیای منم چیو کرد پاچ تا مقصر اونه که تو رو توی دلش رات دادن و وقتی صبح تو این خونه میزنه آفتاب میبینه. ولی اونجا رو قشنگ نه 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 خب آره من تو آهنگ عاشقانه هومان خیلی دوست دارم، آیسم هم خیلی خفنه، کوروش هم خیلی خفنه، این سه تا با هم بخونن نمیشه میشه، یا حداقل یه فیت از هومان و آیسم رو داشته باشیم خیلی جالبه. حالا هرچند خیلی دوست ندارم به این اعتراف بکنم، ولی پوونم قدره تو عاشقانه خودش. خب هرچند من گوش نمی کنم شخصا پوون، اکثر آهنگای ما داشتن همشون عاشقانه زدن، همشون رو من دوست نداشتم، شاید یکی دو تاشو دوست داشتم. چه با تونی خون تو میام یکی دو تاشو دارم میگم خیلی آهنگ عاشقانه خونده، ولی خب یکی دو تاشو مثلا خیلی قشنگه. بابا چقدر خیلی عاشقانه بخونیم اگه رو توی دلش رات دادن و وقتی صبا تو این خونه میزنه آفتاب میبینم داریاب میدی به گلا با آب پاش الانم با هر کی هر جایی هستی بیبی شاد باش منن اون اینا بابا تو میکنم آت باکس میدیدی شما میدونی یا نه. خب با هر کسی آره تو شاد باش، ولی فاکم و نرش هم سرویس بشه. خب اون یارو گسته دیگه، نه اون پسره، نه حالا بسام میگم نه چی تو چه رفتی اینجا شاید اصلا یارو بره نکرد تو ولش کردی چی میگه خدا اون فکر کرده بودم، ولی اون فکر کردم ولی باز کی تو پسره هر کی که هست. اوکی میدونی چی میگم، من احساس میکنم اینجوریه، من فکر میکنم قبول ندارین خدایی ای رو ترم خوب با هم جدا بشین اوکی دیگه. نه رفت اون نداره پسره کیر توش هستن، اصلا دختره اوکیه شاد باشه چلا بهترین زندگی رو داشته باشه، پسره کیر توش جایی هستی بیبی شاد باش منن اون این اتاقو با تو میکنم آت باکس نگو واسه برگشت خیلی دیره. وات چی؟ با یادش باشه نگفته یادشه، ولی منظورش با یادشه آت باکس. من گفتم شاید به جز وید مثلا یه جوری هم بتونی اونجا رو هات باکس بکنی. اگو واسه برگشت خیلی دیره عشق واقعی هیچ وقت نمی میره گفتی حالا که رفتم خسته نخور پیدا میکنی حتما یکی دیگه من همه جا رو گشتم کسی نبود به تر لب و تسلم حسی نبود دوستامونم که رفتن حتی یکی نموند و نمونده چیزی هست من بیبی تموم. ببین گوش کن نسیم خیلی قشنگ خیلی قشنگ خیلی قشنگ واقعا زیباست حرفی که داره میزنه، ولی میخوام اینو بگم که اون که نام عشق واقعی کسشر بیش نیستش. نه دیگه میگه عشق واقعی بودش نمیم تمام نمیشه. آره چون عشق واقعی آخه عشق واقعی یعنی چه چرت و پرتی ها نفذ تو پادکست روک هاوس که لینکش دیگه بشه اصلا توز دادم عشق واقعی نیست، یه اسپکترومیه. خب که تو مثلا فلانی رو مثلا تا درجه 30 دوست داری، که درجه 50 دوست داری، که درجه 70. حالا اونی که درجه 70 دوست داشتی فکر می‌کنی در برابر اونای دیگه این عشق واقعی بوده، این مثلا خفن‌ترین بوده، یا مثلا 90 اصلا هم بگیم. خب اوکی. ولی واقعی وجود نداره، چون مثلا اصلا 100 بگیم اصلا بگیم 100 گوش کن بذار نه بسیار باشه اصلا بگیم 100 باشه عشق تو آقا طرفو خیلی صد که دروغه 99 باشه اصلا 8 باشه. خب ببین خارج فقط اون تا 90 تو درجه 98 بالا تو میتونی باز بگردی یه نفر دیگه پیدا کنی باز 98 شد بالا سنت تو بعدا قابلیت این داری دو نفر رو بنز 98 دوست داشته باشی. اون اصلا یه بحث دیگه کیان از من. خب اون یه بحث دیگه منظور که این چرت و پرتا خودتون گول نزنید خودتون گول نزنید بیبی تموم ولی من هنوز میبینم تو رو خیلی خوشگله خیلی خوش من خیلی دوست دارم صدا، فقط مثلا یه نفر مثلا یه آهنگ باشه تمام نشه اینجوری اینجوری بخونه با این صدا. یه مثلا حد جک به من نشون دادی جک جکی که با ایش و بی جی بی سی کی مثلا چه صدایی داره من تازه فهمیدم از یاد اون آهنگای اون افتادم. خب اونم با تیک تاکر بوده. خب بعد یه جوری همین آهنگو میاد ریمیکس میکنه مردم خیلی خوشش میاد، بعد میره تو کار خوانندگی و اینا اون آهنگا رو میده بیرون. 80% رسپکتم از دست دادم مثلا. آره من هیچ رسپکتی واسه اون آدم قائل نیستم. تیک تاک
تیک تاک. آره خلاصه نه ولی داستان زندگی چجوری اصلا این موزیکال داد خیلی جالب بوده. اول اصلا آشغال وسیله جاسوسی چین به ترسید در حذر باشی چرت و پرت مزه. خیلی آهنگ قشنگه. چاو بلاکی اون دختر اسمش بلاچا چی بود دختری که اومد اونم تو تیک تاک اینجوری میکرد. آره اون بلاچا که اسم آهنگی اصلا دختره چی بود اون اینجوری میگه پشو بعد بلا نمام چی بود بلا بود بلا ولی بل بود بل نه بلا. خب اونم حالا نخواهیم هیت بدیم در به داغون واسه ما حتی تا ویدیو این دیگه کردیم اصلا معروف شدیم و بیا آهنگ بری تو و آهنگ بری مثلا آهنگ فمینیستی پهه نیست سرا که نه پهه نیست از شهرت داد داد استفاده بکنی در به داغونهای به درد نخور نه. نه بابا اینا ببینید چرا اینا باشه آهنگ نمیشه بزنم بیدیو رفتی تو برو تو پادکست یه لحظه بسا اینا نمیتونن چون که یه مدت میان تا الان هات داستانشون خب اوکی من مثلا معرفم و این حرفم اوکی من آهنگم میدم درسته تو میخوای از موقع استفاده کنی ولی حاجی چی اینا ما هم نیستی و من اینا شاید مردم گول بزنیم یه نفر مثل من نمیتونی گول بزنی خب فریم به تو من نمیتونی گول بزنی یعنی چی شکل در به داغون همه مثل شاهرخ باید باشن 100 درصد بریم ببین من شما راهنمایی میکنم بیاین زیر پرچمم خب به جای خوبی براتون من موسای زمانه خواهم بود. بله دریاها براتون میگشاید. دریاها رو برایتون میگشاید. به هر حال حالا برای این آهنگ خیلی قشنگه. من خیلی لذت بردم. من خواستم گوش بکنید لینکش تو دیسکریپشن. آره من میتونم بگم که شاید یه روزی اگه واقعا خدا زد تو کمرم و مثلا خواستم آهنگ عاشقانه گوش بکنم اینجوری تو آهنگای عاشقانه ای که میخوام گوش بکنم. چی میگم؟ به هر حال مثل اینکه موسون شیر بکنید لایک سابسکرایب زنگوله تا ویدیو بعدی. فعلا.